از اینکه بخوام یه سریالی رو بر اساس پیاماش نقد و بررسی کنم بیزارم، ولی سریالی که تاکید داره همینجور گلدرش به شما پیام بده، منم مجبور میشم همینجور گلدرش بزنم تو دهنش. توی قسمت آخر قطب شمال ما شاهد این بودیم که بالاخره همایون و سامان با هم دیگه روبرو شدن و سامان شروع کرد به ناله کردن و گفتن از اینکه من در این سالها در عذاب بودم، تو خبر نداشتی، من مدام به تو فکر میکردم و بلا بلا بلا. یه بار میومدم سر خاکت میگفتم گول خوردم. آقای محترم نویسنده، سینما بر اساس نشون دادن نگفتن. وقتی که تو میگی و نشون نمیدی، پیام رو نمیرسونی. وقتی من میبینم سامان در تمامی این سالها ثروتمند شده، با زن مورد علاقه‌اش زندگی کرده، با زن مورد علاقه‌اش ازدواج کرده، برادرش خوشخوشونه، همه چیز سر جاشه، هیچ وقت این پیام رو نمیگیرم که نامردی کردن در حق دوستت فقط عذاب خریدن برای خودته. این مدل پیام دادن دقیقا شبیه پیام دادن کارداشیانه. اگه نگاه کنی تو این سالا هر وقت به این خواهرها گفتن که عمل کردید، لبتون رو فلان کردید، زیر عمل بی بی ال رفتید، همیشه گفتن نه، این چه حرفیه، طبیعی مادرزاده. When we asked our remix readers what they wanted to know from Kylie, is they just said she has the most amazing lips. Tell us her secret. How does she get these beautiful lips? Well, the color. Everyone thinks I use like one certain color. Mm-hmm. So I use like 6 different colors mm-hmm. all the time. الان بعد از 20 خورده ای سال بالاخره دارن میگن آره ما عمل کردیم، خیلی هم پشیمونیم، شما این کارو نکنید، ای کاش دست به لبام نمی زدم، ای کاش دست به اینجام نمی زدم، ای کاش دست به اونجام نمی زدم. این پیامو مخاطب از تو دریافت نمی کنه. I have temporary lip fillers. It's just an insecurity of mine and it's what I wanted to do. I'm just not ready to talk to reporters about my lips yet because everyone always picks us apart. مخاطب تنها چیزی که الان میبینه اینه که تو ثروتمند و مشهوری و این دوتا رو مدیون همون عمل کردنی. برای همینه که اینجور عمل کردن ها انقدر بولد شده. و اگه الان هم داری از پشیمونیت میگی، نه به خاطر اینه که حقیقتا پشیمونی، الان داری این حرفا رو میزنی به خاطر اینکه میخوای دوباره بولد بشی. قطب شمالم اون صحنه سامان برای من همینه. تو فقط میخوای که همایون تو رو ببخشه، که این اتفاق هم نمیفته، وگرنه تو عذابی نکشیدی. چون من مخاطب عذابی ندیدم. چیزی که من مخاطب باید میدیدم اینه که تو شبا خواب نداری، اوضاع افتضاحه، از لحاظ روانی با زنت مشکل داری، خوشبخت نیستی. هیچ کدوم اینا رو نشون ندادی. تو در نهایت فقط نشون دادی این آدم داره قرص میخوره. قرص خوردنش به چه درد من میخوره؟ ما که داریم زندگی عادیمون رو میکنیم، ما هم داریم قرص میخوریم. کی تو این مملکت قرص خور نیست از دست این فشارهایی که بهمون وارد میشه؟ مورد دومی که تو این سریال حسابی منو اذیت کرد این بود که ارغوان اومد به همایون گفت تو کارت از روی نفرت بوده و سامان تمام این کارهایی که کرده و بلاهایی که سر من آورده از روی عشق بوده. میدونی فرق تو با سامان چیه؟ سامان این کسافتکاری رو به خاطر عشق کرد، تو به خاطر نفرت و کینه. کی گفته از روی عشق بوده؟ کی عشق و واسه تو اینجوری تعریف کرده؟ تمامی کارهایی که سامان کرد به خاطر نفرتش نسبت به همایون بود. انداختش زندان، خانوادش رو بدبخت کرد، تو رو از اون بلندی انداخت پایین، میگه بابای پیر داشتی، اوضاعش اونجوری، تمامی اینا بعد اسمشو میذاری عشق؟ تا کی میخوایم به کلمه عشق تجاوز کنیم؟ تا کی میخوایم این چیزای مسمومو بکنیم تو ذهن مخاطب؟ من هنوز با همه وجودم دوستت دارم، عاشقتم. اینقدر تجاوز نکن به حریم این کلمه مظلوم بیپناه. تو عاشقی؟ تو عاشقی واقعا؟ عاشق چیزی رو با چیزی تاخت نمیزنه. در پایان خیلی دوست داشتم بگم که این سریال یه پتانسیل خیلی خوبی داشت به عنوان مثلث عشقی که هیچ وقت حاضر نشد ازش استفاده کنه.
مثلث عشقی تو ایران و توی جهان به طور کلی به راحتی جواب میده. فقط کافیه که این اصلا به درستی ساخته بشه. نمونه موفق این داستان هم شهرزاد بوده و اصلا فتحی کلن کارگردانیه که محشره تو این کیس، ولی پسرش وقتی داشته این فیلم نامه رو میخونده حتی تشخیص نداده که این فیلم نامه قدرت این که بتونه مثلث عشقی بسازه رو نداره. در پایان باید بگم که این سریال حتی ارزش نقد و بررسی هم نداشت. الان هم اگه این نقد رو گذاشتم فقط به خاطر توهین به کلمه عشق بود، وگرنه محل سنختم به این سریال نمیدادم.